آموزش حرکت به حرکت بازی شطرنج. سلام و خوش اومدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال لذت شطرنج. قرار امروز شطرنج برق‌آسا بلیتس بازی کنم و هر حرکت رو حرکت به حرکت براتون توضیح و تشریح کنم، هم حین بازی کردن و هم بعد از بازی. خب با یه بازیکنی بازی داریم که اسمش عجیب و غریبه. من بازی رو با حرکت پیاده شاهانه آغاز می‌کنم. دفاع سیسیلی بازی شد و از سه کنترل مرکز، این دوتا حرکت بیرون آوردن سوارها و کنترل مرکز در مرحله شروع بازی بسیار مهمه. حریف هم دفاع سیسیلی رو بازی کرده، میخواد خونه دیچار من رو کنترل کنه. اون یکی اسب رو هم وارد صحنه نبرد میکنیم که آماده بشیم برای گرفتن مرکز. و حالا میریم مرکز رو میگیریم. سیسیلی باز شد، اسبمون وارد مرکز صفحه شد. خب با حرکت فیل ایس این یکی فیلم رو هم گسترش میدم، مهرام رو در حالت ایدئال خودشون قرار میدم. حریفم یه جورایی با این ترتیب حرکات دچار سردرگمی شده به نظرم، چون داره وقت رو چیکار میکنه، وقت رو در نظر میگیره. خب با حرکت B5 سیگنالی که ایشون میفرسته اینه که من میخوام جناح وزیر رو حمله کنم. فعلا من با وزیر D2 وزیرمو بیارم بیرون. خب الان میخواد B4 کنه و حمله کنه به پیاده E4 من. من میتونم فیل D3 کنم، میتونم F3 بازی کنم. من F3 رو بازی میکنم با یه ایده ای که ما بریم حمله کنیم به حریف. ایدم اینه که قلعه بزرگ برم در آینده. خب حریف من H5 رو بازی میکنه، از G4 من جلوگیری میکنه که این یکم کار رو پیچیده میکنه. اما من قلعه بزرگم رو میرم ببینیم چی میشه. و حالا شاه B1 حرکت تکمیلی قلعه بزرگ رو هم بازی کنیم. حریف میتونه به فکر این باشه که یه زمانی حالا با B4 یا بدون B4 در مرکز D5 رو بازی کنه. منم باید برنامه‌م این باشه که بتونم جناح شاه رو باز کنم. فیلی 7. خب الان من فعلا G4 ندارم. برنامه‌ای که باید اجرا کنم اگر H3 کنم H4 میکنه. بهترین حرکت اینه که اول G3 کنم با ایده فیل G2 و H3، این دوتا با هم دیگه، که بعدن G4 کنم. اگر اول H3 میکردم حریفم H4 میکرد. پس حالا یکم چون دارم توضیح میدم زمان بیشتری رو سر حرکات صرف خواهم کرد. حریف منطقیه که B4 بازی کنه. من شاید اسب بذارم A4 یا E2 و بعد D5، حالا E5 از D7 F4، این توی برنامه. خب سری فیلو بذاریم G2، گسترش آخرین مهره رو میدیم و ارتباط بین دو رخ برقرار میشه. حریف از ضعف به وجود اومده استفاده کرد، حالا میخواد اسبش رو وارد خونه C4 کنه و از اینجا حمله کنه. خب من اینجا رو باید تصمیم بگیرم که بسه حرکت سختیه بازی کردنش، فکر نمیکنم بازی کنم. من تصمیم میگیرم که وزیرم رو به F2 بذارم که اگر از C4 اومد فیل به C1 برگرده، حالا ایشون میخواد بزنه در C3. ایشون میخواد بزنه در C3. بزن، من دیگه اینقدر هم نمیتونم جلوی هم. خیلی خوب داره بازی میکنه. شاید زدن در C3 و بعد D5 بسیار عالی باشه برای حریف. شاید من باید یه زمان دیگر رو با اسب E2 تلف میکردم، ولی فکر میکنم الان رخ در C3 بسیار قدرتمنده برای حریف. ولی خب شاید دلش نیاد که این کارو بکنه. امیدوارم دلش نیاد. 1:43 دلش اومد. وزیر A5. اینجا میتونم اسب B3 بازی کنم و اگر بزنه فیل D4 یکم با زمان بازی میشه حرکاتم و به نظرم منطقیه که من با زمان بازی کنم، چون به نظرم وزیر A5ش خیلی دقیق نبود، عجله بود. حالا فیل D4 رو فعلا بیایم. این اسبش نباید اجازه اومدن به این خونه رو داشته باشه. چون میتونه وزیرش رو بذاره B4 و اونجا. اینجا یه ایده هست، فیل B6 اسب A5 و یعنی اینکه E5 رو بزنم و بعد از اینکه پس گرفت بعد از اونش سخته. خب فیل B6 رو بریم فعلا. میگم اسبش نباید به C4 برسه. تفاوت رو داده، بازی جذابیه، ولی
من خودم باشم الان بهم بگن کیو برمیداری سی آور میدارم، ولی خب نکته بر اینه که من نباید اجازه این رو بدم که هر کاری که دلش خواست بکنه. خب فیل آهفت به نظرم حرکت زیباییه، چون حرکت بعدی رو میتونم وزیر بشیش کنم با ایده تعویض وزیر. من اینجا از تعویض وزیرها استقبال میکنم، ایشون استقبال نمیکنه معلومه. خب من تصمیم میگیرم که در مرکز یک اقدامی رو خیلی سریع انجام بدم، از سه چارش رو بزنم و سریعا ی پنج کنم. فعلا مات نمیشم و اسبش در ده پنج خواهد نشست اگر ی پنج کنم. بسیار قدرتمند میشه. رخ اچ ای یک به نظر قوی تره. حریف خیلی جبران داره و احتمال داره که من رو ببره در این بازی. فعلا روی امکان وزیر B6 حساب کردم. شاه A1 به نظر اجباری میاد که از ستون B بیایم بیرون. از این به بعد کنترل زمانی هم بسیار مهمه. حرکتی مثل G4 هم میشه بازی کرد. D5 رو من با E5 میبندم. برنامه حریف چی هست؟ خیلی فرصتی هم نداریم که به این فکر کنیم، پس باید سریع حمله کنم. خیلی فرصت هم الان دیگه اینجا توضیح حرکات اینه که دارم حمله میکنم، باید خیلی سریعتر بازی کنم. حالا حرکات بعدی رو خیلی توضیح نمیدم. F6 یکی از ایده هاست که شاه رو باز کنیم، یه جاهای F6 شاید بزنیم، ولی خب زمانم الان داره برابر میشه، این خوبه. وزیر F3 نشستن به پیاده هم کار بدی نیست. فیل رو هم میتونیم به D4 برگردیم، یه 3-3 بازی کنیم که شاه امن بشه. خب حریف تصمیم میگیره که بیاد، من تصمیم میگیرم که شاه هم رو امن کنم تا اینکه تفاوت جلو باشم در این وضعیت، به خصوص در این وضعیت. حالا 3-3 الان دیگه اوکی هم ایش. بریم بازی رو باز کنیم. به نظر که هم فیل در F6 میشه زد و هم بله بزنیم. واو ندیدم که رو رخمه. یک لحظه بی احتیاطی کردم، کار یکم سخت شده. یکیش بدم. چه پیچیده شد. بسیار عالی. میتونستم ماتش کنم فکر کنم، ولی خب همین که رخش هم گرفتیم خوبه. یه کاری نمیتونه بکنه خوشبختانه برای من و متاسفانه برای ایشون، یه کاری از دستش بر نمیاد. من دنبال چیه؟ اوف بازیه سختی بود، ولی حالا برمیگردم آخر. اوف رخمو زد. آها خب بسیار عالی. این 3-2 داشت یه لحظه حواسم پرت شد. عجب بازی. اینترنت هم قطع نشده باشه یا خدا. عجب بازی بود. خب شروع بازی دفاع سیسیلی گفتم، گسترش سوارها اینجا رو تا جایی که تونستم توضیح دادم. وزیر D2 ایده قلعه بزرگ، قلعه بزرگم رفتم.
شابه یک حرکت تکمیلی قلب بزرگ، اینا بازی شده قبلا و جسه من بازی نشده. A4 حرکتی است که بازی شده. خب اگر B4 احتمالا اسب A2 و اگر A5، حالا نکته اینه که فیل B5 با کیش میاد و سیاه این H5 رو، این من این وضعیت ها رو خوب بلد نبودم، یعنی ظاهرا میگه یه همچین وضعیتی برای سفید خیلی خوبه. بعد یک سوال، آیا اسب B5 سپ پیاده نمیگرفتن؟ آ D5 داشت، باز وزیر F2 مثلا، حالا ایده فیل B6 اسب D7 E5 جالب بودی. من یه همچین ایده قلعه بزرگ بعد A4 رو تا حالا بهش فکر نکرده بودم. اینجا بهتر شد، فیل G2 که سریع اومدم اصلا یه غلطه، باید میزدی، اصلا ایده G3 غلط بود. فیل D3، فیل E2، A3 اینا همه بهتر بودن از G3. این ایده کلا خوب نبود، رخ 8ش خیلی خوب بود، باید جلوگیری میکردم از قربانی تفاوت که نکردم و H3 رو بازی کردم، زد. اینجا رو خوب بازی نکرد، اینجا اگه سریعتر از 3-4 میکرد به نظرم یا وزیر 3-7 مستقیم. اینجا مجبور شد که وارد این شاخه بشه، اسب A5 اومدیم، فیل A7 هم خوب بود، هنوز وضعش بهتره. F4 میگه G4 باید بازی میکردی. بله چرا که نه، F4 هم بد نبود. من اینجا رو E5 حساب کرده بودم، یعنی میخواستم سریعتر بازی رو باز کنم که دینم میزنه جدورم میزنه، بعد اسب رو میذاره D5، باید تفاوت رو پس بدم با وضع بد. شاه 1 هم خوب بود، E5 خوب، F5 عجله، فیل D4 بهتر. اینجا فیل D4 هم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی درک بالای من رو از چرا؟ چون داشت فیل C3 کیش میداد، یعنی درک بالایی هم نمیخواد، ولی خب مثلا میشد رخ ایسم کرد دیگه، مثلا دفاع کرد، ولی خب من فیل D4 زد C3 وزیر در F5 چرا کار رو سخت میکنی؟ E6 هم خوب بود، اینجا ندیدم که اگر نه وزیر در F5 میزدم، ندیدم که رخ هم زیر زد، گفتم فیل در F6 رخ در F6 رخ در F6 چه در F6 فیل در D5 میبرم، یه اینو زدم زد، حالا بازنده رخ 8ش بد بود، فیل F3 خوب، حالا اینو زدم یه چیزی پیدا شد، رخ G4 جالب بود. حالا اینجا کیش واو ماته وزیر در F5، من اصلا ندیدم وزیر در F5 رو، حواسم رو این بود که G در F5 و اینجا دیدم G در F5 شاید وزیر کیش بده، گفتم G در F5 بزنه کیش بعد وزیر نمیشد، میگم آه وزیر در H5 اینم ندیدم حتی، دیگه تنگ زمان بود، ولی خب اینو زدم، بعد اون زد، بعد اون اوورلوک کرد و اینجا که کاملا برنده هستم، حریف فیلو میذاره F4، من کیش نمیدم چیش؟ حالا برنده، آه نه باید فیل E3 میکردم، او نو یه آهنگی میگو چرا؟ فیل F4 آره دیگه فیل کیش ها اینجا، حالا نمیتونم، عجب فیل C2 چی میشد؟ فیل در C4 اینو میبردم، فیل باید میومد E3، یه لحظه حواسم پرت شد دیگه، اونم حالا بد بازی کرد و بازی رو بالاخره بردم. عجب چیز عجیب غریبی شد این بازی، امیدوارم که چیزایی رو یاد گرفته باشین و لذت هم برده باشین. حمایت کنید از ویدیوها، این چند روز حالا من بیشتر بلیتس بازی کردم و بلیتس میزنم، ولی خب امیدوارم که شما هم حمایت هاتون ادامه دار باشه. از شطرنج زندگی لذت ببرید.